بینندگان عزیز، همونگونه که در ابتدای برنامه خدمت رو عرض کردم، در این قسمت در خدمت آقای محمد رضا رایی در فرانسه هستیم که باز هم در رابطه با نمایش انتخابات ریاست جمهوری پیش رو گفتگو کنیم. جناب رایی، سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. سلام عرض میکنم جناب عبداللهی و سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز شما که این برنامه رو میبینن. در خدمت شما هستم. خیلی سپاسگزارم جناب رایی. مزاحمتون شدیم که در این چند دقیقه که فرصت داریم در خدمتتون راجع به این نمایش انتخابات به اصطلاح ریاست جمهوری که هفته آینده در ایران قرار است برگزار بشه صحبت بکنیم. من میخواستم خواهش کنم که بفهمیم که اصلا نظر شما در مورد این انتخابات چیست؟ خواهش میکنم، همونطور که فرمودید این یک نمایش انتخاباتی هست و در واقع انتصابات ولی فقیه علی خامنه ای هستش و ابتدا این انتصاب ها رو او و شورای نگهبانش انجام میدن، بعد از مردم میخواهند که بیان رأی بدن به اون انتصاب ها. در واقع رأی رو که یک وسیله هست در خدمت اوامر خودشون و انتخاب خودشون قرار میدن. پس بنابراین ما با انتصاب سرکار داریم. به محض اینکه مردم میرن رأی میدن، میپذیرن که به یکی از انتصاب های ولی فقیه رأی بدن. مطلب دیگه به نظر من در این رابطه این استش که به محض اینکه مردم میرن در این رأی گیری برای انتصاب های ولی فقیه شرکت میکنن، اعتراف میکنن که استقلال در اداره کردن خود ندارن و آزادی در نوع اداره کردن خود رو برای خود قائل نیستن و اون حق ذاتی استقلال در اداره خود و آزادی در نوع اداره خود رو توجه بهش ندارن. میپذیرن که یک قیم مستبدی به عنوان به اسم ولی فقیه برای اونها سرنوشتشون رو رقم میزنه، تعیین میکنه و میپذیرن که عاجزن و در این عاجز بودن قبول میکنن که صورت مسئله رو اون مستبد قیم تعیین بکنه. مطلب دیگه ای که باید در این رابطه توجه کرد اینه که رأی دهنده ها به افکار عمومی دنیا میگن، پیغام میدن که ما ضعیف هستیم و قابل بازی کردن هستیم و این مستبد که ولی فقیه هست میتونه با ما بازی بکنه. موقعی که این پیام رو برای دنیا به دنیا به افکار عمومی دنیا میدن، قدرت های داخلی و خارجی میفهمن که با این ملت میشه بازی کرد، این ملت ضعیفه و قابل بازی کردنه. در داخل قدرت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی میان و سوء استفاده میکنن از این ضعف مردم و رابطه مسلط بودن خود رو تحمیل میکنن و از مردم انتظار کارپذیری پیدا خواهند داشت و این مردم میپذیرن که وارد این رابطه بشن. این به این ملت احترام دیگه نمیذارن قدرت ها. ملتی که خود برای خودش احترام قائل نشه، قدرت برایش احترام قائل نخواهد شد. به این علت که این ملت پذیرفته که میپذیره که کارپذیر باشه، میپذیره که زیر سلطه باشه. مطلب دیگه رو که باید توجه کرد اینه که برای مردم یک رأی بیشتر باقی نمونده و اون رأی ندادن به این بازی هستش. یعنی رأی که یک وسیله هست، اگر در خدمت حاکمیت خود حق تعیین سرنوشت خود نباشه، لاجرم میره برای حق تعیین سرنوشت یک قیمی که برای نظام خود، برای اون نهاد خود و برای اون رژیم خود از این رأی استفاده میکنه. پس رأی وسیله است که یا در خدمت حق حاکمیت خود هست، حق تعیین سرنوشت خود هست، و یا اینکه در خدمت قیمی هست که برای منافع رژیم خود و برای منافع نهاد خود و برای اینکه خود رو مسلط جلوه بده میره استفاده میکنه از این رأی. بنابراین اشاره میفرمایید که این وسیله است. پس حق رأی
در واقع یک توهم بیشتر نیست، یعنی حق رأی وسیله اعمال اون حق انتخابی است که هر انسانی داره، درسته؟ درسته. به نظر من رأی یک وسیله است و نه یک حق و نه یک میزان، و بنابراین مرتب تکرار شده. خود روح الله خمینی این رو تکرار کرد و اصلاح طلب‌ها و بعضی از شخصیت‌های سیاسی در مملکت تکرار می‌کنن که میزان رأی مردم است، در صورتی که رأی یک وسیله است و اگر هدف ما دموکراسی باشه، یعنی حق تعیین سرنوشت خود باشه، اون زمان این رأی در واقع برای تعیین نماینده و تعیین اون کسایی که پذیرفتین که امور ما رو اداره بکنن یا اینکه با ما همکاری داشته باشن و تصمیمات ما رو اجرایی بکنن قرار میگیره، وگرنه در خدمت اون کسی که میخواد برای ما تعیین سرنوشت بکنه خواهد بودش. بله ببخشید صحبتتون قطع کردم، بفرمایید. در اینجا من دوست دارم توضیح بدم این استش که تحریم اگر مردم بکنن این بازی انتخاباتی، این انتخابات فرمایشی رو، رژیم نمیتونه این رو یک شرکت فعال و اکثریت مردم جلوه بده. به این علت که دروغ با تناقض همراه هست و به محض اینکه کسی میاد دروغ میگه دروغش پیدا میشه. به عنوان مثال 4 سال پیش رژیم آمد گفتش که 40 خوردی میلیون نفر شرکت کردن، برای از اونجایی که تعداد صندوق‌های رأی مشخص بود، 35,000 صندوق ثابت داشتن و بین 5,000 تا 7,000 صندوق سیار داشتن، تعداد رأی ها اگر برای هر کدوم از رأی ها حول و حوش 80 ثانیه وقت لازم باشه و تمام صندوق ها هم به طور متوسط 10 ساعت باز بودن، بیشتر از دور حوالی 20 میلیون حد اکثر دیگه 20 و چند میلیون میتونستن رأی بدن و به 40 میلیون نمیرسه. و بنابراین آگاهان فهمیدن و تکرار هم کردن که 40 میلیون امکان پذیر نیستش. بنابراین موقعی که مردم تحریم وسیع بکنن، هم قدرت‌های داخلی و هم قدرت‌های خارجی، هم افکار عمومی داخلی و هم افکار عمومی خارجی متوجه خواهند شد که مردم تحریم وسیع کردن. فایده تحریم کردن این انتخابات به عنوان تنها رأیی که برای مردم مونده این هستش که مردم به همدیگه پیام میدن که با همین ما میتوانیم با همدیگر این رژیم رو قبول نداشته باشیم و میتوانیم با هم راه حلی رو داشته باشیم که با هم درگیر نشیم. در صورتی که اگر یک قسمتی از مردم برن رأی بدن به این انتصابات ولی فقیه، بین خود مردم اختلاف میفته، بین خود مردم نگرانی پیش میاد که مبادا بین خود ما درگیری پیش بیاد، و بنابراین اونهایی که فعال هستن در مقاومت جلوی این رژیم، اونها مجبور میشن احتیاط بکنن که مبادا درگیری پیش بیاد. البته این کار صحیح نیستش که در واقع از فعالیت اونهایی که تحریم میکنن بیفتن، اما روحیات ما تا حالا نشون داد که متاسفانه این گونه بین ایرانی ها بوده و باید بدون ملاحظه رفت و مقاومت کرد در مقابل رژیم، برای اینکه تنها مقاومت هستش در مقابل رژیم که قدرت رو قدرت میپذیره که احترام به ما بذاره و حق تعیین سرنوشت ما رو بپذیره. بازش امکان نداره که رژیم حق تعیین سرنوشت ما رو بپذیره و مرتب با ما بازی خواهد کردش. به هر حال فایده این در واقع تحریم این هستش که به مردم جهان میفهمانیم که ما شخصیت داریم، وطن مال خود ماستیم، وطن خودمون رو دوست داریم، می توانیم بر نقاط قوت خود، توانایی های خود تکیه بکنیم و نقاط ضعف خود رو حل بکنیم. می پذیریم که تکیه می کنیم در نقاط قوت خود و می پذیریم که خودمون هستیم که به دنبال راه حل برای خودمون هستیم. می فهمونیم که یک اقلیتی، این رژیم یک اقلیتی هست و ما با این تحریم فعال او رو در این اقلیت نگه داشتیم و به همه فهماندیم که اقلیت هستش و بدونیم فهمانیم که این مملکت مال ماست، در وضعیت فورس مژور قرار میدیم دنیا رو، در موقعیتی قرار میدیم که
ملت رو حساب مجبور میشه بکنه، چرا که قدرت، شبکه های قدرت همیشه مجبور هستن به افکار عمومی توجه بکنن، به افکار عمومی کشور ما، به افکار عمومی منطقه، به افکار عمومی کشورهای قدیمی اروپا و به افکار عمومی دنیا، به افکار مخصوصا افکار عمومی امریکا. جناب رایدنه، یکی دو دقیقه که وقت داریم اجازه فرمایید این سوالا خدمتتون طرح کنم، که عده‌ای برای نظر هستن که وقتی تحریم گسترده بشه یا حتی یک نفر تصمیم به تحریم به اصطلاح انتخابات بگیره، از نظر روانشناسی به اصطلاح این اعلام و ابراز عزم به تغییر و گذار از این وضعیت به وضعیتی مطلوب تر تأثیر بسیار زیادی میتونه داشته باشه در همه زمینه‌ها، و ولی به ویژه هم بر روی همچی که فرمودی بر روی خود قدرت‌ها تأثیر داره، هم بر روی عواملی که از خودشون موجب استمرار این وضعیت در اون رژیم هستن. همینطوره. در واقع موقعی که تحریم مردم تحریم وسیع بکنن، خود مأمورها و عناصر این رژیم هم متوجه خواهند شد که در مقابل یک ملتی قرار گرفتن که متحد نگفته به این رژیم، متحد گفته که من قیم نمیخوام، من صغیر نیستم، من شهروند هستم و در مقابل شما با شما موافق نیستم. در واقع موقعی که یک ملتی تحریم فعال میکنه، درست در تضاد 180 درجه‌ای با این رژیم قرار میگیره، در تناقض با این رژیم قرار میگیره. تنها اپوزیسیون این رژیم هم ولایت جمهور مردم یا دموکراسی مشارکتی هستش. هر گونه مخالفت دیگه‌ای با این ولایت فقیه یک نوع قیمومت خواهی دیگه است، یه نوع قیم دیگه‌ای رو تقاضا کردن هستش. بنابراین تحریم فعال پیام‌های مختلفی رو در خود داره و در واقع توضیح میده به مردم، به همدیگه توضیح میدن و به افکار دنیا توضیح میدن و به قدرت‌ها توضیح میدن که ما در مقابل این رژیم هستیم و هر مخالفتی با این رژیم رو نمیخواییم، بلکه ما خودمان حاکم بر سرنوشت خودمون هستیم و این حاکم بر سرنوشت خودمون رو در مرحله اول با این تحریم نشون دادیم. جناب رای خیلی سپاسگزارم، متاسفانه وقت ما به پایان رسید. من خیلی از این که لطف کردین و چند دقیقه با ما بودین از شما سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم. من هم از شما تشکر میکنم و خیلی ممنون از این فرصتی به من دادین و با امید دیدار شما و همچنین بینندگان عزیز تا دفعه بعد. قربون شما، خدا حافظ. خدا حافظ شما.